بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده های گرامی برنامه تعلیمات اسلامی از شبکه مردمی نورین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که تا آخر برنامه با ما باشین. به شماره 0747-98-98-23 زنگ بزنین، پرسش های دینی تان را بپرسین، در خدمت شما هستیم. یکی از بیننده ها پرسان کردن که زمانی که ما وضو میگیریم، بعد از وضو گرفتن ناخنهای خود قطع میکنیم و موهای خود قطع میکنیم، آیا شکننده وضو هست یا نه؟ ببین برادر گرامی، وضو از خود شکننده به خصوص خود دارد. گرفتن ناخن ناقض وضو نیست و قطع کردن موها ناقض وضو نیست. کسی وضو میگیرد بعد از وضو گرفتن باز ناخنهایش قطع میکند، درست است، وضوش به جای خود باقی است. کسی وضو میگیرد موهای خود قطع میکند، وضوش به جای خود باقی است. بلکه شکننده وضو خارج شدن یک چیز از سبیلین و دیگر خارج شدن خون از جسم و استفراغ به پوری دهن، اینها وضو را میشکند. بغیر از این دیگر وضو را نمیشکند. خنده قهقه در داخلی نماز وضو را میشکند. ناگرفتن ناخون با وضو هیچ منافات ندارد. قطع کردن موها با وضو هیچ منافات ندارد. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات خواهر. بله. خواهر گرامی، قرآن کریم شفا خوانده شده، شفا للمؤمنین، شفا للناس. قرآن کریم شفا بخش است. قرآن کریم شفای روحی و شفای جسمی هر دو را به انسان می دهد، چرا که از احادیث متعددی رسول الله علیه السلام در شفای مادی هم ثابت شده. یک صحابی بزرگوار در سفر رفتند، یک صحابی را گژدم خورد، با سوره فاتحه را خواندن دم کردن و آدم جور شد. وقتی که به پیامبر علیه السلام برگشتن، رسول الله علیه السلام را گفتن که یا رسول الله، ما سوره فاتحه را خواندیم، این آدم جور شد. پیامبر اسلام چیزی نگفت. واقعیت که قرآن شفاست، اما برای حاجتتان شما درکت نماز بخوانید. ختم قرآن کریم سنت نیست، بلکه درکت نماز سنت است. برای رفع حاجت درکت نماز سنت است. الله هم در قرآن کریم می فرماید که زمانی به مشکل سر می خورین، شما درکت نماز بخوانین، یعنی نماز بخوانین و از ما بخواهین. شما برای حل مشکلاتتان درکت نماز بخوانین و در عقب نماز دعا بفرمایین. بله بفرمایین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایین خواهر. بفرمایین. مولای صاحب، من بسیار از مردن میترسم، اما شوای پخمه خانشم در فکر میاد و بیار افاق نارام میشم، از چطور کنم ایره از دفت برم معلومات بگیم؟ خو ترسیدن از مرگ خو صفت مؤمن است. مؤمن باید از مرگ بترسد. خواهر گرامی، تو که از مرگ میترسی، تو فایدت ایست که مرتکب گناه نمیشوید. حالا مردم مرتکب گناه میشوند، علتش در کجاست؟ علت اینجاست که اونها مرگ فراموش میکنن، حساب و کتاب و روز آخرت فراموش میکنند. وقتی که شما میترسین از مرگ، ای به شما کمک میکند که شما مرتکب گناه نگردین. خواهر گرامی، جای تأسف نیست،
و جای ناراحتی نیست. تو که میترسی خوب میکنی که میترسی. مسلمان بعد از مرگ بترسد، از روز ملاقات با پروردگارش بترسد، از حساب کتاب یوم القیامه بترسد. اما اگر شما منظورتان ترس جسمی است که شما به اثر ترس خوابتان نمیبرد، سوره قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، سه سوره سه بار بخوانین، دستکایتان دم کنین، دجانتان کش کنین، بخوابین، دیگه انشالله که نمیترسین. بله بفرمایید. بله سلام علیکم مولوی صاحب. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات خواهر. مولوی صاحب این دیشه هکی بیدی زی نیاز بی مکه پیشش میرم و مگه پیر رفم پیشش برم و نگذر شما تازیز هست. خب بگو تازیز بکش. گفته مثل که بکش که بونه کسی که باز میرم و نگه باز هر شما تازیز هست. نگفتی چرا؟ مثل من کنی هر دارم گفتم از پیر رفم مگه پیشش برم و نگه سر شما تازیز هست. میگم چی مشکل داری؟ مشکلت چیست؟ مشکل ما با قدرت نوریست کنی بر از دخانیمانی برکت اینی الحمدلله شکر نماز میخوانیم، کلمه خلال میخوانیم با وقت با وده خودم و مولادای ما شوهر ما خوید بر برکت نیستم تو خونجگر میباشیم دخانه. نه ای خواهر گرامی مربوط به او حرفا نیست. دیگه قرآن کریم میفرماید که خدای یکتا بخواهد رزق کسی را فراخ میسازد و بخواهد تنگ میسازد. این کار بنده نیست، این کار جادو نیست، این کار انسان نیست. خدای یکتا اینمی حالت سری فامیل شما آورده، دستایتان بلند کنین، از خدایتان بخواهید. نه پیش زن بروین، نه پیش مرد بروین، نه پیش ملا، نه پیش دیگر. رزق از طرف خدای یکتا است و نه تنها کاروبار شما، بلکه افغانستان همش فعلا در تشویش است، همش در مصیبت گرفتار است. شما از تجارت پرسان کنین چی حالت دارن. ای کاروبار که تو بالا میشه، تجارت ها که رونق میگرفت، خوب ما شما هم یک چیزی میرسید. وقتی که تجار کارش توقف پیدا بکنه، خود به ما چیزی نمیرسد، خود در کاروبار ما تفاوت میآید. بناهن شما تشویش نکنین، از خدایتان بخواهین و خدای یکتا قادر است که بار دوم ما شما را رزق روزی زیاد و فراوان عطا بفرماید و شما دیگه به نزد کسی نروین و شما جادو هم نشدین. بله بفرمایین. بفرمایین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. حال خود تشنبه ها آمد که یکی شده و ما دستوی اوزو میگیریم آیا این درست هست که نیست؟ ببین خواهر گرامی، اول خود در کمود اوزو گرفتن نادرست است. در کمود به هیچ وجه اوزو نگیریم. اگر ای که شما تشنبه به دو قسمت تقسیم کرده باشین، قسمتی اوزو را بلند ساخته باشین، نیم متر، 70 سانتی، 60 سانتی بلند باشد و شما اونجا اوزو بگیرین و آب کثیفی که در تشناب است به اونجا اصابت نکند، این درست است. اما باز در اونجا شما بسم الله الرحمن الرحیم نخوانید. بسم الله آیت قرآن کریم است، ما در تشناب خوانده نمیتوانیم. شما کوشش کنین که جای وضوتان جدا بسازین و تشنابتان جدا باشد. در جای وضو که پاکیزه باشه، برای وضو باشه، بسم الله را میتونین بخوانین و میتونین شما وضو کنین. اما در او تشنابی که فرشش هموار باشد و هیچ بلندی و پخشی نداشته باشد، یعنی با سطح تشناب برابر باشد، در اونجا شما وضو نکنین و وضو نادرست است. چرا؟ لباسایتان پلید می شود و ایوازی که پاک شوین شما کثیف می شوین. امروز که تشنابا اصلی شده، جای وضو را مصری بسازین، اما قسمتی که وضو میکنید قسمت جدا بسازین و بلندش بسازین، پاکیزه صفا ستره برای وضو بسازین، وضو کنین. بله بفرمایید. بله بفرمایید برادر. بخیر هستین؟ شما خوب هستین؟ بفرمایید. بفرمایید سوالتان را بگوین برادر. بله خواه شما یه طور بکنین که زمانی تماس میگیرین صدای تلویزیون تان را خاموش بسازین که تا ما صدای شما را بشنویم. بله بفرمایید. بفرمایید. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما خوب هستید؟
شکر شما خوب هستین. بفرمایید خواهر. برادر عزیز یک سوال دارم. با وجود که وقتش نیست با مزد خیر است و همیشه برات برادر گل میخواین در مورد یک تنظیات داشته باشین. خواهر گرامی، در شب برات از لحاظ دینی تمام پلان یک ساله الله جل جلاله در شب برات تهیه می شود. قسمی که ما شما در نظام فعلیمان بودجه داریم، بودجه تصویب می شود، برای یک سال بودجه در نظر گرفته می شود تا سال آینده اون بودجه مصرف می رسد. در شب برات هم خدای یکتا پلان یک ساله خود اتخاذ می کند. کسی که دو سال فوت می کند رزق از او قطع می شود، کسی که دو سال می آید رزق از او حواله می شود. یعنی تمام امورات دنیا بر یک سال در شب برات ترتیب می شود و تهیه می شود و تثبیت می گردد. برادران و خواهران گرامی، به شماره 0747-98-98-23 زنگ بزنین و پرسش های دینی تان را بپرسین. بله فرمایید. با سلام مجدد ببخشین. بفرمایید. سوال پیشتر راجع به شب برات بود برادر محترم. ما چی وظیفه داریم از نگاه شرعی، چی مثلا چی کنیم، چی وظایف انجام بدیم؟ از نگاه عبادتی میگم که چی عبادات را ما کنیم، نماز، قرآن، چی کارهایی را بکنیم در شب برادر عزیز. ببین خواهر گرامی، احکامی که از طرف خدای یکتا ثابت شده، از طرف شریعت اسلامی ثابت شده، اونها لازمی استن. دیگه متباقی که ثابت نیست، همه شبهای الله جل جلاله مساوی است، برابر است. ما میتونیم که در شب برات هم نماز بخوانیم، در شب عادی هم نماز بخوانیم، در شب برات هم ذکر بکنیم، در شب عادی هم ذکر بکنیم. یعنی یک عملی نفلی هست، کدام چیزی ثابت نیست که حتما تو این کار بکنیم. مثلا ما شما در یک سال با مرور زمان وقتی که ماه مبارک رمضان میرسد، ناگزیر میگن این روزها را روزه بگیرین که فرض است. همچی یک حکم شبی برات ندارد، مثل شبهای عادی ذکر کردین یا مثلا نماز خواندین، کار خوبی هست، الله برتان اجر پاداش میدهد. بله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید خواهر. ببین او تصویر شیطان است، خیالات شیطانی است که شیطان در ذهن تو میاندازه. چرا؟ خدا تو را به عزت نکنه، به عفت نکند. وقتی که تو نماز میخوانی، حجاب اسلامی تا مراد میکنی، احکام پروردگار تا عملی میکنی، از دستورات پیامبرت اطاعت میکنی، دیگه دین اینمی را میگن. دیگه او خیالاته که خدای نخصه بعدها انسان مرتد نشود، بعدها انسان که است مرتکب زنا نشود. این خیالات تصویر شیطان است. همیشه از شیطان به الله پناه ببرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات الله التامه ومن غضب الله وعقابه ومن همزات الشیاطین وان يحضرون. این دعاها را خواهر بخوانین، دیگه شما مقصیر نیستین. تا زمانی که انسان خیالات منفی را در سنه عمل پیاده نسازد، مؤاخذه نمیگردد. بله بفرمایید. بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مولای صاحب یک سوال داشتم. مولای صاحب، این خانم ها که مویای خود قیطی میکنن و ایر رنگ مثلا جرس میکنن یا خرمایی میکنن، گناه نداره؟ گرفتم دیگه. دستم. بی بی خواهر گرامی، خانم ها از شبیه ساختن خود به مرده ها بپرهیزن. چرا رسول الله علیه السلام لعنت فرستاده به خانمی که خود شبیه مرد می سازد؟ موی مردانه، موی بچگانه، او خانمی که می سازد، او لعنت خدا با او خانم است. شما خود شبیه مردانه سازید. دیگه در ارتباط رنگ خینه کردن درست است، کسی موهایش خینه می کند درست است، رسول الله علیه السلام اجازه داده. اما از رنگ سیاه بپرهیزین، رنگ سیاه نکنین، خینه بکنین. و همین قسم اگر قسمتی از مویتان قطع کنین که شبیه مرده ها نشوین، شما اجازه دارین خواهر گرامی. بله فرمین.
بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شکر. بفرمایید. بی خواهر گرامی، شوهر شما را خدا غرق رحمت بکند، خداوند ببخشش. و شما در عده هستین، 4 ماه 10 روز شما در عده هستین. از لحاظ شرعی در ایام عده خانم از خانه شوهر برآمده نمیتواند. خودت بعد نبرای، اگر بخوای گناهکار نشوی تا 4 ماه 10 روز از خانه بعد نبرای. در طول 4 ماه 10 روز شما لباس رنگه پوشیده نمیتوانین، خوشبو استفاده کرده نمیتوانین، سرمه کشیده نمیتوانین و همین قسم به جای دیگری رفته نمیتوانین. تا 4 ماه 10 روز باید در خانه شوهر باقی بمانین. وقتی که عده تان سپری شد باز شما میتوانین بروین. دیگر نماز به غیر الله ما خوانده نمیتوانیم. ما فقط نماز به الله میخوانیم، یک موضوع. و ثوابش به هر کس که بخواهی باز بخشش کرده میتوانی. بله، فرمایید. تماستان قطع گردید. امیدوار هستم که باز هم تلاش بکنین و به برنامه تماس بگیرین. بله، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما عبد الصبور هستم، من خانه با تماس شدیم. امیلی خود را رنگ کردیم، متوجه نشدیم، بوضوع نبودیم. امیدن باشمونت معلومات نه، و حکم نداره برادر گرامی. یکی اعیان است، یکی اعراض. اعراض فرق نمی کند، رنگ عرض است. اگر جنوب باشی هم موی ترنگ کنی مشکل نیست، اگر که به وضو باشی موی ترنگ کنی هم مشکل نیست. این گپا وسواس است، یک خیالات بی‌معناست. کسی در حالت جنابت موش رنگ می کند باز غسل می کند، غسلش درست است. کسی در حالت بی وضویی رنگ می کند، وضو می کند، وضویش درست است. این اعراض است، یعنی رنگ عرض است، قایم به ذات خود نیست، بناهن او مانی شده نمیتواند که مانی شود که وضوی تو نشود و یا غسل تو نشود. بله، بفرمایید. بله، بفرمایید. بله، بفرمایید خواهر. آلوش بیا خیلی دارم از خودت بخاطر که شب میترسم بخواب. من میخوایی شدستم اصلا چی کنم؟ خب میترسی، من رایش برات گفتم، گفتم که شب در خواب میترسی، نماز خفتن بخوان، کوشش کن به وضو بخوابی. قبل از خوابیدن سوره قل و الله و احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، امی 3 سوره را 3 بار بخوان. در دستای دم کو و دستای در جسمت از سرت شروع کن، چرید کش کن تا هر جای جسمت که دستایت میرسه کش کن، بخواب. دیگر نمیترسی خواهر گرامی. کوشش کنین صدای تلویزیون تا خاموش کنین، باز زنگ بزنین. بله، بفرمایید. بفرمایید برادر. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. من یک سوال داشتم به حساب مرده، یک به حساب عروسی، یک به حساب مهمانه. از ما قبلا چند روز پیش مامای مرده و به خاطر می خواستم عروسی بکنم و به حسابم و کام خیش مانیش نیباید تا چلا صحبه بکنی. آیا درست است یا؟ گرفتم. ببی، ما از لحاظ شرعی 3 روز اعضا داریم. تا 3 روز اعضا درست است. پیامبر علیه السلام تا 3 روز اجازه دادن و بعد از 3 روز آمدن و گفتن که دیگه اصلا اعضای وجود نداره، شما تا 3 روز عروسی نکنین. بعد از 3 روز دیگه از لحاظ شرعی هیچ ممانعتی وجود ندارد. یکی مردم بدرد میگه کاری مردم است، اما دین اجازه داده که بعد از 3 روز اگر خوشی میکنی، بعد از 3 روز کار دیگر میکنی، شما مقصر نیستین برادر گرامی. تا 3 روز اعضای اعضا در شریعت است که اعضاداری شود
و بعد از 3 روز دیگه وجود ندارد. این 47 سال ما کشیدیم. دین ایرا نمیپذیرد و باید عمل نشود. باید شما به دین اسلام عمل بکنید. تا 3 روز غم درست است. بعد از 3 روز دیگر شما فراموش بکنید و کارهایتان ده مانند سابق به پیش ببرید. برادران و خواهران گرامی، سپاس از شما که تا حال در برنامه با ما بودین. تا برنامه های بعدی شما را به الله یکتا می سپارم. خدا حافظ. بسم الله الرحمن الرحیم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم